درود میگم به همه بینندگان فارسی زبان در سراسر گیتی که بیننده برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا که باز هم مهمان برنامه ما هستند و پذیرفتن که امشب هم کنار ما باشه. بانو آرتمیس عزیز خوش اومدی به برنامه. سپاسگزارم بانو افسانه گرامی، درود بر شما و درود بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه از سری برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. سپاسگزارم. جستار امشب در مورد نقش زنان در آزادی ایران یا کاوه های آهنگر ایران چه کسانی هستند؟ آیا زنان در طول این سالها با توجه به مبارزاتی که زنان ایرانی امثال سهیلا حجاب ها و شکیلا منفرد ها در ایران داشتن و دیگرانی که من الان شوربختانه حضور ذهن ندارم اسامی شروع بگم، آیا اینها پرچمداران یا همون کاوه های آهنگر ایران هستند؟ بله بانو افسانه، خب ما میدونیم که در واقع بیشتر از یک قرن زنان ایرانی برای تغییر در وضعیت زندگیشون و بهبود وضعیت زندگیشون و برای آزادی اجتماعیشون، آزادی فرهنگیشون، آزادی زندگی شخصیشون و حتی آزادی سیاسیشون در مبارزه بودن و ما میدونیم که تقریبا بیشتر از یک قرن تاریخ سابقه طولانی فعالیت زنان در ایران وجود داره. جنبش اجتماعی زنان ما میدونیم در اوایل 1905 در جریان انقلاب مشروطه آغاز شد و از زمانی که یک جنبش گسترده مردمی خواستار کنترل قدرت در واقع مطلقه سلطنت قاجار و ایجاد یک کشور قانونمند بود، زنان در این راه با مردان همراه بودند. در سال 1910 اولین مجله زنان در ایران منتشر شد که ما میدونیم که از همون آغاز زنان پا گذاشتن به عرصه اینکه صدای خودشون رو بتونن به گوش دیگران برسونن و بتونن از قلمشون و کلامشون برای روشنگری و بهتر کردن زندگی زنان دیگر آگاهی رسانی و اینکه بتونن قدمی بردارن در جهت حقوق خودشون انجام دادن. خب ما میدونیم که در دوران حکومت در واقع پادشاهی شاهان پهلوی از 1920 تا 1979 که انقلاب شد، زنان در زمینه تحصیل و اشتغال و مشارکت سیاسی ما میدونیم پیشرفت‌های خیلی چشمگیری داشتن و در سال 1935 اولین گروه از زنان در دانشگاه تهران ثبت نام کردن، یعنی چیزی حدود 1312-13. و خب از اون دوران ما میبینیم که زنان ایران آماده شدن، وارد شدن به دنیای آموزش، پرورش، تحصیل و بالندگی و در سال 1963 هم که محمد رضا شاه آریامهر حق رأی رو به زنان دادن، ما دیدیم به فاصله بسیار کم در عرض 5 سال ایران اولین وزیر زن رو در واقع دارا بود که اون زمان در 1968 در تمام خاورمیانه ما وزرای زن اصلا نمی دیدیم، با اینکه ممکن بود در برخی از کشورهای خاورمیانه مثلا همین جمهوری جعلی آذربایجان حق رأی یا پاکستان حق رأی زودتر به زنان داده شده بود، در طرف اون دولت‌های استعماری که این کشورهای جعلی رو درست کردن در واقع بهشون داده شده بود، ولی زنان عملا حضور نداشتن و در ایران این حضور و این سابقه تلاش و مبارزه برای بهتر کردن زندگیشون و به دست آوردن حقوقشون همواره ادامه داشت و در این راه هم گام‌های بزرگی زنان برداشتن.
در حالی که خب ما میبینیم دیگه دقیقا در پس از انقلاب، با اینکه خود انقلاب آمد و از زنان ایران سوء استفاده کرد، هم چپی ها، هم مجاهدین، هم این به اصطلاح ملی مذهبی ها، همه اینها دست در دست زن گذاشتن زنان رو وسط مبارزه و کشوندنشون تو خیابون ها برای اینکه مشتاشون رو گره کنن و مرگ بر شاه بگن و بگن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی یا نمیدونم یا توسری یا روسری، و دیدین که چگونه اینها رو بازی دادن، کشوندن که انقلابی رو به ثمر برسونن که مستقیما حقوق خود همون زنان رو از بین می برد و زندگی اونها رو از بین می برد و آزادی اختیار و زندگی تصمیم گیری های زندگیشون رو ازشون می گرفت. و دیدیم هم که بلا فاصله پس از اینکه انقلاب به ثمر رسید، از همون آغاز نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام قانون اساسی برخلاف حتی قانون اساسی مشروطه، قانونمندی دیگه در کشور وجود نداشت بجز همش حفظ نظام جمهوری اسلامی و حفظ قانون اسلام. یعنی دیگه نه ایران مطرح بود، حتی اون قانون اساسی دوران مشروطه هم یعنی در واقع کمرنگ شد و از بین رفت و مملکت قانونمند که مردمش در برابر قانون یکسان باشن که در دوران انقلاب مشروطه به اینجا رسونده بودن ایرانو، و بعدم خب رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی به اون اندازه حقوق زنان رو گسترش دادن و همه حقوقشون رو بهشون دادن حتی حق سیاسی، دیم یک مرتبه بلافاصله پس از انقلاب تمام حقوق زندگی زنان ازشون کاملا گرفته شد. و خب ما میبینیم که دیگه بعد از اونم زنان همینجور رو به نشیب رفتن و میزان اشتغال زنان بسیار کاهش پیدا کرد، اشتغالی که تا پیش از اینکه انقلاب به ثمر برسه یه چیزی حدود مثلا 38-39% زنان ایران شاغل بودن و بسیاری از زنان در بازار کار و تحصیلات و اینا زندگی می کردن. یک مرتبه جلوی همه این در واقع اختیارات و این آزادی های زنان گرفته شد و قوانین اسلامی اومد هم تنظیم کننده و الزام پوشش اجباری حجاب رو گذاشت، هم سن قانونی ازدواج از 16 به 9 رسید، هم تمام قانون حمایت خانواده برداشته شد با قوانین شرعی جایگزین شد و دیدین که خب حق طلاق از زن گرفته شد، حق حضانت بچه ازش گرفته شد، ارث برگشت به نصف و همه اتفاقاتی که دیگه همه ما میدونیم که چگونه زنان سرکوب شدن و پس رونده شدن. با این که در تمام این 44 سال زنان همچنان تلاش خودشون و مبارزشون رو برای حرکت به جلو ادامه دادن و با اینکه همین الانی که من و شما با هم صحبت میکنیم بیشتر از 60% سهمیه دانشگاه ها رو دانشجویان دختر گرفتن، با این حال میبینیم که این همه دکتر، مهندس، نمیدونم وکیل، روزنامه نگار، هنرمند، این همه افراد تحصیل کرده ای که از این دانشگاه ها میان بیرون، فقط 15.2%شون شاغل هستن در برابر 64% مردان که بازار کار ایران رو دارن، فقط 15.2% زنان ایران بازار کار رو دارن که در زندگی سیاسی فقط 16-17 نماینده زن در مجلس داریم، یعنی 6% نمایندگان رو زنان میگیرن. از فکر کنید 94% مرد، 6% نماینده زن داریم که اونام تازه خودشون عملی ستم هستن و دست و پای جمهوری اسلامی هستن برای ستم مضاعف و تصویب قوانین ضد زن علیه زنان هم نوعشون در ایران. و جالبه در تمام پست های مدیریتی ایران که نگاه میکنید، مدیر عامل ها یا مثلا نماینده های شورای شهر یا در کلیه وزارت خونه ها اداره های دولتی، کمتر از 1% ما زن در پست های مدیریتی داریم. از همینجا متوجه میشیم تبعیض قانونی، تبعیض حکومتی، تبعیض دولتی کاملا هدفمندی علیه زنان ایران اعمال میشه. و جالبه که
هیچ جمعیت دیگه ای به اندازه زنان در ایران دنبال حق و حقوقشون هم نیستن. مثلا به عنوان مثال میگم، شما هیچ انجمنی در ایران نداریم به عنوان مثلا انجمن ارامنه ایران برای دستیابی به حقوقشون، مثلا یا انجمن یهودیان ایران، یا انجمن مثلا نمیدونم فرض کنین نمیدونم مثلا حیوانات ایران برای حقوق حیوان. اینقدر که زنان در تمام شهرها و بخشها و مناطق نزدیک و دور ایران برای حقوقشون دارن می جنگن، هیچ ارگان دیگری، هیچ سازمان دیگری، هیچ جمعیت دیگری اینقدر در راستای ایجاد تغییرات برای دستیابی به آزادی و حقوق اولیه‌شون نیستن. و این تصمیم در واقع این کاری که این زنان و بانوان ایران دارن میکنن برگرفته از تجربهشون، از قوانین تبعیض‌آمیزی که هزاران زن رو وادار کرده که خودشون به دنبال حقوقشون باشن، چون دارن میبینن که نمیتونن به امید این باشن یک روزی روزگاری یک مردی نماینده مجلسی، رئیس شورای شهری، نمیدونم مثلا نمیدونم مدیر عامل فلان اداره و وزارتخونه یا شرکت یا هر جا اینا دنبال حقوقشون باشن. برای همین زنان دیدن هیچ چاره‌ای نیست. کلامتون یه پرانتز باز کنم، این افرادی که حالا در هر سمتی که هستن در جمهوری اسلامی، چه زن چه مرد، و اینا گزینش و فیلتر شده جمهوری اسلامی هستن و طبیعتا اینها افرادی هستن با افکار اسلامی که در زن ستیز هستن و اصلا تفکر و ایدئولوژی اسلامی کلاً ضد زن هستش. به خاطر همینه که ما در جمهوری اسلامی، در حکومت آخوندی و جمهوری اسلامی اصلا نمی‌بینیم که کسی که یک پستی داره کوچکترین حمایتی از زن بکنه، مگر اینکه به منفعتشون باشه سوء استفاده از نام زن. کاملا درست میگین افسانه جان، دقیقا به نکته بسیار مهمی اشاره کردی. من در یکی از کلاب هاوس هایی که برای بانوان درون ایران صحبت میکردم، اتفاقا یه نفر برگشت گفتش که اینایی که میان تو تلویزیون ها متاسفانه یک عده ای از زنان ایران میان میشینن جلو دوربین و در مورد حجاب و نمیدونم تعدد زوجات و صیغه و نمیدونم اینکه خانوما برن برای شوهرشون همسر دوم و سوم بگیرن خودشونو از این حرف و حرف میزنن، پس اینا کیم؟ من برگشتم اینو به پاسخ دادم که ببینین دوستان گرامی، اینها آدم معمولی نیستن، اینا من و شما و چهار تا زن و دختری که واقعا دارن در کوچه و خیابون‌های ایران را میرن، زندگی میکنن، کار میکنن، درس میخونن، اینا اونا نیستن. اینها یا افرادی هستند که در خود جمهوری اسلامی در بخش های مختلف مشغول به کارن، یعنی مثلا مدیر عامل فلان جا هست، مثلا این به اصطلاح خواهران زینب و خواهران زهرایی که اینا در همه جا از هزار فیلتر رد میکنن، یا اینها هستن مثلا استاد دانشگاه علامه، استاد دانشگاه الزهرا. اگه شما نگاه بکنید اینا افرادی هستند که یا خودشون تحصیلات حوزوی دارن، حوزه علمیه زنان، یا اینکه در دانشگاه مثلا ببخشید من تلفنم زنگ در دانشگاه مثلا از زهرا دارن تحصیل میکنن، یا در اون تربیت مدرس با چادر و چاقچول دارن میرن و یه چشمشون بیرونه و اینها رو جمهوری اسلامی میاره اول تربیتشون میکنه در اون مراکز، بعد برشون میداره میاره رو پست هایی که میخواد به اسم این که ما زن رو در استخدام گرفتیم قرار بده، اینها رو قرار میدن و همینها رو میارن جلوی دوربین های تلویزیون. و اکثر اوقات اگر به اینها نگاه کنید، اینها قشنگ همه ما میدونیم اینا نماینده زنان ایران نیستن، اینا نماینده من و شما، دختران جوان ایران، زنان تحصیل کرده ایران، زنان دربند ایران در طبقات گوناگون اجتماعی اصلا نیستن. اینها بازوهای تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی هستن و میان اونجا میشینن که ایده ها و عقیده های جمهوری اسلامی رو تبلیغ کنن و قبح خیلی از چیزها رو بریزن. هنگامی که یک زنی رو میاد میبینید اومده نشسته در حد یک کلفت
در حد یک مستخدم، در حد یک برده و کنیز داره مقام زن رو میاره پایین، که میاد میشینه توصیه میکنه که بیاین و پای شوهرتون رو بذارید تو لگن و اینجوری بشورید و اونجوری خدمت کنید و سرویس بدید. و شما دقیقا دارن زنانی رو میارن اونجا میشونن که به عنوان این که ببینید این یه آدم مثلا تحصیل کرده است، استاد دانشگاه از زهراست، در حالی که اینا همشون تحصیلات حوزوی دارن، مدارک قلابی و مدارک مذهبی و اسلامی دارن، نه اینا رو میارن برای تبلیغات جلوی دوربین ها میشونن. و واقعا اینها نماینده زنان ایران، نماینده دختران ایران نیستن. همون گونه که عده دیگری از این اپوزیسیون ما آبهای دستساز رو جمهوری اسلامی صادر میکنه، میسازه، میفرسته به بیرون کشور و اینها اصلا صدای مردم نیستن. اونایی که ادای فمینیزم رو در میارن، داد از حقوق برابر زن و مرد میخوان بزنن، حقوق زنان، حقوق زیر پا گذاشته، بعد میان میشینن با اون حرکات خیلی خیلی واقعا سطح پایین و بی کلاس یک چیزی رو به نمایش میذارن جلوی دوربین ها، که من همیشه اینو گفتم، گفتم اینها اگر که 50 سال پیش جلوی مثلا شما در فیلم فارسی کاراکترهای اینجوری رو میدیدین، تو مایه قمر خانوم بودن و مثلا خدیجه خبرچین، یک چیزهایی بودن که کلاس اجتماعی اون بوده. حالا آوردن جمهوری اسلامی افرادی این چنینی رو میسازه، حالا یه عده‌شون به اسم زندانی سیاسی هن که واقعا نیستن، بعضی هاشون یهود نوبل پرایز بهشون میدن، جایزه صلح نوبل میدن، یهو میبینید که اصلا این خانومی که تا پس پری روز داشته خودش با روسری و مقنعه و میشسته جلو تلویزیون و میگفته من خودم یک مسلمان شیعه 12 امامی میدانم و دین اسلام دین رحمت و رأفت و اینها هست، یک مرتبه چگونه سر در میارن از گرفتن جایزه نوبل، یکی دیگرشون میاد توی گزارشگر خبری میشه، یکی دیگرشون میاد میشه فعال حقوق بشر، یکی دیگرشون تو خیابونها را میره و فیلم برداری کنه. و اینها انواع و اقسام کاراکترهایی هستن که یا جمهوری اسلامی یا همون دستهای پشت پرده در غرب به اینها تریبون میدن، به اینها فضا میدن که بیان و به اسم صدای مردم، مردم رو منحرف بکنن. در حالی که در واقع شیر زنان و دلاور زنان ایران همونهایی هستند که میبینید در تظاهرات گوناگون درون ایران میان به عنوان مثلا درخواست حقوق برابر میکنن برای مثلا پرستاران، حقوق بازنشستگان، حقوق فرهنگیان، کارگران کارخانه ها و خیلی جاهای دیگه. اون زنانی که درون ایران دارن مبارزه میکنن، تو سری میخورن، نمیدونم چماق به سرشون کوبیده میشه، تو زندان میندازنشون، بسیاری از این دختران و زنان جوانی که اکنون در درون ایران توی زندان‌ها هستند، اینها اون دلاور زنانی هستند، دلاور دخترانی هستند که در واقع مبارزین اصلی هستند و اینها هستند که سالهای سال از زندگیشون، از موقعیت کاریشون، از تحصیلشون، از همه امور عادی که یک فرد برای زیست نرمال نیاز داره محرومن و مدت هاست در زندان‌ها دارن میپوسن. اینها هستند که در واقع کاوه های آهنگر ایران هستند برای نجات ایران و آزادی ایران. و جالب اینو ما بدونیم که بسیار زیاد شدن این گروه هایی که دختران و زنان ایران در بخش ها و گوشه های مختلف کشور تشکیل دادن. حتی ما میدونیم دخترانی هستند که پدراشون روحانی هستند، باور کردنی نیست، پدران اینها آخوندن و این دختران انقدر گریزانن از این حکومت، از اون اسلام، از اون کتاب، از اون خفقان، از اون واقعا عقب ماندگی و پس ماندگی که میخواد این زنانو برگردونه به 1400 سال پیش در بند و یوغ اون به اصطلاح پستوها و نقابها و حجابها. خود اینها خیلی اوقات ما میبینیم توی خیلی از این کلاب هاوس ها میان میشینن صحبت میکنن یا خیلی از جاهای دیگه ما پیام هاشون رو میخونیم، به اصطلاح ایمیل هایی که میفرستن، پیام هایی که میفرستن، و خود همینا پرچمداران آزادی ایران هن. یعنی کسی ببینید این رشادته، کسی که از خانواده میاد که سراپا اسلامی بودن، آخوند بودن، آخوندزاده بودن، و خودش میاد دگرگونی اندیشه‌ش رو این گونه
در واقع با جونش رو در واقع میذاره کف دستش دیگه. کسی که پدر خودش مثلا آخوند روحانی میره دینش رو یواشکی عوض میکنه و از اسلام در میاد، خب ببینید این رشادتش بیشتره، یا کسی رو که برمیدارن میفرستن به خارج از کشور، همه مدلن بهش حقوق میدن، تریبون میدن، جا میدن، بعدم میاد میگه چیکار کنین، برین یواشکی رو سریتون رو بردارین عکس بگیرین. بعدم میان به اصطلاح فرهنگ ملی رو، قهرمانان ملی رو، شخصیت‌های تاریخی ما رو، یا تمام آن چیزی که هویت ایرانی رو می‌سازه رو به مسخره می‌گیرن. الان خود مردم دیگه تشخیص میدن که راست چیه، دروغ چیه. یعنی انقدر مردم این حیله ها و این بازی های جمهوری اسلامی رو در 44 سال همه رنگشو، همه مدلشو دیدن، از قالب دانشجوی صادراتی قلابی به خارج به عنوان اپوزیسیون دیدن، تا فعال حقوق زنان که میره جایزه نوبل میگیره، تا فعال حقوق بشر، تا فعال فمینیست، نمیدونم رئیس جنبش زنان کارگران، این و اون، و بالاخره شما خودتون همه تو این رسانه ها هستین و میبینین که چه شخصیت های دروغینی برای اینا ساختن. اما اون چی که ما میگیم، یک مسئله که تو کلامتون هست که خیلی جالبه اینه که اون خانمایی که در زمان پادشاه فقید به اوج جایگاه و منزلت زنبانو بودن رسیدن، مثل همین خانم جایزه صلح نوبل شیرین عبادی و خانم ناطق و خانم پروانه فرور، اینا کسایی بودن که کمک کردن خمینی بیاد. یعنی اینها از جمله زنانی بودن که قبل از جمهوری اسلامی جایگاه های ویژه‌ای داشتن، پست و مقام هایی داشتن که الان مطلقا نمیتونن به دست بیارن تو جمهوری اسلامی با این شرایط. و جالب اینه که اینها تلاش کردن خمینی رو آوردن، گذاشتن رو پاشو، گذاشتن رو گلوی یک ملت و خودشون توی اون حکومت و اون جمهوری که طالبش بودن و براش میرفتن تو خیابون شعار میدادن و اسلحه میکشیدن، نتونستن بمونن. اون پروانه فروه رو که روهر، البته یه فربهر، ایشون رو که زدن تیکه پاره کردن، بقیهشون هم همه فرار کردن از ایران، اومدن بیرون. و وقتی هم میان تو این شبکه های لندنی میشینن صحبت میکنن، میگن ما خمینی، افکار خمینی رو نمیشناخت. شما بیخود میکنی اگر نمیشناختی تبلیغش رو کردین و کمک کردین به اینکه بیاد به یک ملت رو بدبخت کن. اگر هم میشناختی حتی بعد از صلاحیت نداری، صلاحیت نداری اصلا در مورد نوع یا اصلا در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر کنید، چون یک بار تباهی رو به بار آورد. دقیقاً. بعد ببینین یکی از کسانی که مانند همون جلال آل احمد ها، مانند اون شریعتی ها، امثال اون شاملوها، خود سیمین دانشور، اگر یادتون باشه سیمین دانشور تا روزی که زنده بود میگفت اگه من برگردم به سال 57 باز میرم انقلاب میکنم. یکی نیست بگه تو اصلا در زیر چتر حکومت پهلوی تونستی خودتو برسونی به تحصیلات دانشگاهی و استادی دانشگاه و اینا، اینقدر برای امثال شما در اون کشور زحمت کشیده شد، خرج شد، سرمایه های ملی صرف شد که شما نمک بخورید و نمکتون بشکنید. دست کسی که تا آرنج شد توی عسل کرده بود و توی حلقوم شما کرده بود رو گاز بگیرید و بعدم بیاییم بریم با خوشحالی. همون شاملو هم اینطور بود تا روزی که زنده بود، مگه مسخره نمیکرد فردوسی رو؟ مگه همینا نبودن که مرتب دروغ و جعلیات علیه حکومت پهلوی؟ چقدر اینها دروغ علیه ساواک فقط پخش کردن. تختی رو ساواک کشته، صمد بهرنگی رو ساواک کشته، اینو ساواک کشته، اونو ساواک کشته، مثل اینکه اینا یعنی دقیقاً دروغ پراکنی هایی که خودشون میخندیدن پشت سر مردم. و خودشون همشون بعد از انقلاب تو این 44 سال یکی یکی اعتراف کردن که ما این دروغ ها رو میساختیم برای که هیچی نداشتیم بگیم در مورد حکومت پهلوی، هیچی نداشتیم بگیم. من یادتون بشه در مورد اون انقلاب شاه و ملت که گفتم، دیدین شما حقوقی که به کارگر ایرانی دادن فقط اون کمونیستا در خود روسیه و کشورهای کمونیستی وعده‌شو به مردم میدادن. شاهنشاه آریامهر بدون هیچ وعده همه حقوقو به کارگر ایرانی داد، بدون هیچ سیستم کمونیستی هم داد. و اینا دیگه چی نداشتن واقعا که بخوان ایراد بگیرن، بگن حالا مثلا الان ما میخوایم خلقهای دربند کارگر،
کدوم دربند کارگر، کارگری که در سود کارخانه سهیم بود، خونه داشت، ماشین داشت، زندگی داشت، یه کارگر میتونست 5 تا 6 تا بچه رو با یک حقوق اداره بکنه. امروزه در هر خانواده پدر و مادر هر کدوم دارن 3 جا کار میکنن تو ایران، یک دونه بچه رو نمیتونن خرج بدن و بزرگ کنن. ببینید چقدر اینها بی انصاف بودن و چقدر دروغ پراکنی کردن که اون اتفاق بیفته. و جالبه برای من که روز به روز من دارم میبینم شبکه های زنان درون ایران داره نیرومندتر میشه. تنها مسئله که به نظر من در درون ایران وجود داره و باید انجام بشه اینه که زنان ایران باید این شبکه ها رو با هم مربوط بکنن. یعنی باید مثلا روی این شبکه های تلگرام یا واتساب یا این شبکه های اجتماعی که درون ایران کار میکنه و اکثر مردم با اونا در تماس قرار میگیرن، باید مثلا انجمن زنان ایران در مثلا خوزستان با خراسان و با تبریز و با مثلا کرمان اینا با هم وصل بشن، برای اینکه اگر قدم به قدم مردم یک پارچه تر بشن حکومت عقب و عقبتر خواهد رفت. این ثابت شده در طول تاریخ و به ویژه زنان ایران که اینقدر فعال هم. ما الان مادران همین کشته شده های خیزش های 96 و 98 و اینها رو میبینیم، هنوز این مادران هستن که نفر اول و خط مقدمن و با رشادت و شهامت میان حرف میزنن و عکس بچه هاشون رو میگیرن دستشون و خونخواهی میکنن. این شیر زنان هستند که این گونه دارن در واقع خون جوانان رو نمیذارن پایمال بشه. برای همین خیلی مهم هست که زنان درون ایران شبکه هاشون رو به هم متصل بکنن، به هم پیوند بدن و این خیلی مؤثرتره. موقعی که مثلا یه همچین اتفاقی مثل جریان سربریدن این دختر 17 ساله و همچین جنایت وحشتناکی کل کشور رو تکون میده و کل جهان رو تکون میده، باید به عنوان مثال اگر که بنا هست زنان بیان و اعتراضشون رو نشون بدن یا مبارزشون رو یا ایستادگیشون رو در برابر چنین بیرحمی و قساوت و زن ستیزی در جامعه اسلامی ایران نشون بدن، مثلا بیان به چند زبان مختلف یک پلاکارت هایی بنویسن. شده 10 نفر 15 نفر در هر شهرستان، در هر بخش، در هر شهر، هر جایی که هستن، اگه قرار وایستن و اینو فیلمشو بگیرن و به دنیا نشون بدن، باید اینو متحد الشکل همه با هم در سراسر ایران انجام بدن و این کاریست که زنان ایران، این شیر زنان و دلاور زنان ایران بایستی امروز انجام بدن، برای که هیچ کس به اندازه خود زنان نمیتونه این درد عمیقی که زنان در این 44 سال علاوه بر اون ستم مضاعفی که به همه مردم ایران شده، به اینها چندین برابر واقعا ستم رفته به زنان، هم از نظر قانون، هم از نظر حکومت، هم از نظر خانواده ها، هم از نظر اجتماع، هر جوری که شما فکر می‌کنید، هم از نظر اقتصاد، هم از نظر تحصیل، کار، سیاست، هر گونه فشار و هر گونه ستم و هر گونه پسراندگی رو زنان ایران تجربه کردن، هر خشونتی رو تجربه کردن و هیچ کس به اندازه خود این زنان نمیتونه همدلی کنه با هم دیگه، پشتیبانی کنن از هم دیگه و متحد باشن در سراسر ایران. این گروه ها و شبکه های مختلف حقوق زنان خودشون بیان با هم دیگه یکی بشن، دست نیرومند بشن. این زنان هستن به نظر من که میتونن و جمهوری اسلامی ازشون خیلی شاید بیش از مردان هم در وحشت و هراسه و اگه دقت بکنین اون اندازه‌ای که تو 44 سال گذشته اینا زن گرفتن و بردن و نمیدونم دستشون رو توی شیشه سوسک کردن و رو لباشون نمیدونم تیغ میکشیدن و موهاشون رو میبریدن و لباساشون رو میبریدن و با گیسشون میکشیدن تو ماشین ها و بزن و بگیر و ببند و بکش و زندان و شکنجه و تجاوز، این همه ستمی که به زنان کردن برای سرکوب زن، شاید خیلی کمترش در حق مردان رفته. در اینکه دلیلی که میتونستن زنان رو سرکوب بکنن خیلی بیشتر بوده و از جنبه های گوناگون تری میتونستن به زنان حمله کنن به نسبت مردان. برای همینم این زنان هستن که به نظر من در آینده ایران، این مادران ایرانی و این زنان و دختران ایرانی دلاور هستن که میتونن تغییرات بزرگی رو ایفا بکنن. سپاس. البته بانو آرتمیس، من یه موضوعی رو تو پرانتز اضافه کنم که شوربختانه
در ایران الان مادران داغدار، ما میدونیم که اصلا در طول این دو سه سال واقعا پرچمدار مبارزات بر علیه جمهوری اسلامی شدن، اما شوربختانه شیادان و پاسبانی هستند در خارج از ایران که به بهانه های مختلف و در ایران، حالا ما من بازم نمیگم اسم نمیارم و دیگه شلوار برای همه دوستان و کسانی که میشنون خب مشخصه که ما منظور کجا هست. اینها میان مبارزات این مادران داغدار رو به نظر من میارن مطالباتشون رو در یه جوری که در چارچوب همون جمهوری اسلامی به گنجه دارن به حداقل میرسونن، در صورتی که این مادران خواهران مثل خواهر فرزاد انصاری که توی آقا جری فکر میکنم یا بهبهان هستن ایشون و مادرانی که در شهرهای دیگه هستن، اینا دیدین که همدیگر رو پیدا میکنن، اما افرادی هستن که از اینا سوء استفاده میکنن. ای کاش یک کدوم از این مادران این برنامه رو میدیدن که ما خواهش میکنیم ازتون، ما همونقدر شاید که شما قلبتون سوخته، جگرتون سوخته و ما اون رو واقعا درک نمیکنیم و فقط میتونیم همدردی کنیم و میتونیم کنار شما حالا ما این طرف مبارزه کنیم، اما شما که دلتون سوخته، جگرتون سوخته، اجازه ندین که از احساسات مادرانه و خواهرانه شما افراد سودجو، منفعت طلب که دنبال فاندشون هستن سوء استفاده کنن. سعی کنین مسیر مبارزاتتون واقعا در راه ایران باشه، نه فقط خونخواهی فرزندان خودتون بلکه به دادخواهی تمام ایران از جغرافیا بگیر تا فرزندان دیگرانی که کشته شدن، تا افرادی که از ایران فرار کردن، تا بی‌آبرویی که در طول این 43 سال بر سر زن، دختر و مرد ایرانی اومده به خاطر معلم، به خاطر پرستار، به خاطر کارگر، به خاطر همه اینا باشه. نذارین ازتون سوء استفاده بشه. آگاه‌تر باشین، هوشیارتر باشین و به این افراد اجازه دخالت ندین. خودتون با هم نماینده برای خودتون انتخاب کنین و این مبارزات رو ادامه بدین، چون این افراد نه دلسوز مردم ایران، نه ما زنان هستن و نه صدای ما هستن. من اینجا تاکید می‌کنم بانو آرتمیس، هیچ صادراتی صدای من زن ایرانی که دارم در آوارگی درد میکشم و درد زنای هموطنمون رو میبینم و در طول این سالها نه صدا بودن، نه برای من، نه زنان داخل ایران، اجازه ندارن بلنشن و بشینن در کنفرانس های مختلف بگن من صدای مردم ایران هستم. شما حتی صدای چی بگم، کوچکترین ارگان یا تشکل زنان در ایران نیستیم. حتی اونهایی که داری از رو تو استفاده میکنی مثل چهارشنبه‌های سفید اگه اشتباه نکنم، یا حالا آزادی های یواشکی که واقعا خنده‌دار و مضحکه، شما صدای ما نیستی. من با عنوان یک زن ایرانی، یک شهروند ایرانی که واقعا الان حقوقی در ایران ندارم، حقوق و شهروندی ندارم، بهت میگم شما نماینده و صدای ما نیستی. و مادران داغدار، زنان ایران که در بندی، آزادی خواهان، چه زن چه مرد، اجازه ندین ازتون سوء استفاده بشه. این خواهشیه که من به عنوان یک زن ایرانی از شما دارم. کاملا درست میگی افسانه جان. من یک نکته پایانی هم بگم که مبارزه شکل‌های گوناگون داره. در زمانی که جنگ جهانی دوم در جریان بود و عده بسیاری از افراد رو در این اردوگاه آشویتس برکنو نگه داشته بودن، مبارزه یعنی اینکه زندگی کردن بر ارزش ها و پرینسیپل ها و هویت خودشون، و این بیشترین چیزی بود که در اون شرایطی که بالای سرشون با گلوله وایستادن و تو اتاق های گاز اینها رو خفه میکردن و بعدم تو کوره ها اینها رو میسوزوندن، این مهمترین کاری بود که میتونستن بکنن. برای ایرانیان کنونی یکی از راه‌های مبارزه همین نام‌های ایرانی است که مادران ایرانی دارن می‌ذارن و روز به روز هر چی اینا تبلیغ کردن که بیاین هر کس اسمش محمد و فاطمه است بهش سکه طلا میدیم و بیاین جایزه بگیرین، اینها روز به روز نام‌های ایرانی بیشتر شد و روز به روز امثال غلام علی و غلام حسین و کلب علی و این نام‌های شرم‌آوری که آدم خودشو در حد سگ و نمی‌دونم شغال و نمی‌دونم حیوانات
دینات مختلف اعراب خودشو بدونه و اون قاتلین نیاکانش رو در واقع خودشو غلام اونها بدونه، این یکی از زیباترین مبارزاتی است که زنان و مادران ایرانی انجام دادن در این سالها و روز به روز هم بیشتر شد. یکی دیگه‌اش همون جشن‌هایی است که زنان و مردان ایرانی دارن با هم میگیرن و روز به روز داره پررنگ‌تر میشه، مثل تیرگان‌ها، مثل مهرگان‌ها، مثل جشن سوری، شب چله، نوروزهایی که با جلال و شکوه هرچی بیشتر، مثل شادزیستی که زنان و مردان ایران هر جا به هر مناسبتی الان امروزه در کوچه و خیابون هم پیدا میکنن، مشغول رقص و آواز میشن و سعی میکنن یک جوری این مبارزات و این در واقع دهنکجی رو به این حکومت نشون بدن که هر کاری شما بکنید ما در نهایت داریم حرکت میکنیم به سوی ایرانی بودن و زندگی خودمون، فرهنگ خودمون، هویت ملیمون، و این فرهنگ و این حکومت وارداتی و این آیین وارداتی برای ما کارساز نیست و هرچی ما رو بمباران کردیم بازم نتیجه عکس داده و هیچ تأثیری نتونستم. این خودش یکی از بهترین مشخصه های مبارزاتی است که زنان ایران در واقع به نوعی دارن نشون میدن درون ایران و این جای امیدواری است و من میدونم که در فردا ایران این زنان بسیار بسیار خوش خواهند درخشید. درست، کاملا درسته و من با تو موافقم بانو آرتمیس و مطمئنم یک کاوه نخواهیم داشت در هم در اروپا، هم در امریکا، هم در کانادا، هم در ایران زنان پیشگامان مبارزات هستند خوشبختانه و مردم هم آگاه هستن و میدونن کی به نفع ملت ایران، سرزمین ایران قدم برمیداره، قلم میزنه و کی به خاطر جیب خودش، منفعت شخصی داره این کار رو میکنه. بسیار سپاسگزارم بانو عزیز از اینکه بار دیگه در این برنامه حضور پیدا کردین و از صحبت و مطالب بسیار آموزندتون استفاده کردین. جاوید شاه، پاینده ایرانی، پاینده ایران و بدرود.